پریشانی، استرس، استرس از اینکه حتی تو همین کلینیک که هستم حتی پلیس بیاد منو بگیره. رویاهای ویران شده پناهجویان افغان وقتی درخواست پناهندگی در آلمان رد می شود. استارت شهروندان مکزیکو سیتی برای مقابله با آلودگی هوا. مکزیکی ها می خواهند سوار بر خودروی برقی از میان دود و غبار بگذرند. و جاذبه های گردشگری جلال آباد، شهری که در سایه داعش زندگی می کند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. پناهجویان افغان در آلمان که تقاضای پناهندگیشان رد شده شرایط سختی دارند. اکتبر سال گذشته بود که دولت‌های آلمان و افغانستان توافقنامه‌ای را برای برگرداندن پناهجویان رد شده امضا کردند. از آن زمان آلمان ماهی یک هواپیما به کابل می‌فرستد که مسافران آن اکثراً مردهای مجرد هستند. بامداد اسماعیلی با یکی از آنها صحبت کرده. حدود یک هفته می شود که علیرضا کریمی اقدام به خودکشی کرده است. دولت آلمان قصد دارد این جوان 28 ساله را برگرداند. هنگامی که او در اداره مهاجرین در این مورد با خبر شد، همانجا تصمیم خود را گرفت. گفتن که حالا که نمیخوای خودت آزادانه برگردی، ما تو رو میخوایم به زور پس بفرستیم. دیگه اونجا من توی دستم یک تیغ بود، دیگه خیلی برام سخت بود که این تصمیم بگیرم. یعنی هیچ کس از جون خودش سیر نشده که بیاد همچین کاری رو بکنه. ولی توی 20 ثانیه میتونم براتون بگم که کلن تمام زندگی ما جلوی چشم رد شد، ولی تصمیم خودم گرفتم و رگ دستم رو زدم اونجا. با آنکه نیروهای امنیتی روی او ریختند تا مانع این کار شوند، او خودش را مجروح کرد. علیرضا کریمی سریع به بیمارستان منتقل و نجات داده شد. حالا دکتر او را به بخش روحی روانی یک کلینیک مخصوص در هامبورگ منتقل کرده است. آقای کریمی 6 سال است که آلمان است. او 4 سال در یک هتل کار کرده است. اما تقاضای پناهندگی او رد شده است و او اقامت موقت یا دولدونگ دارد. حالا او با آنکه ازدواج کرده است میبایست خاک آلمان را ترک کند. میگوید دچار افسردگی شدید شده است و خواب آسوده ندارد. پریشانی، استرس، استرس از اینکه حتی تو همین کلینیک که هستم حتی پلیس بیاد منو بگیره. با اینکه چندین دفعه پرسیدم از کارمندای کلینیک، میگن کسی نمیاد اینجا، نترس. ولی این استرس، استراب بعد از اون روز همیشه تو وجود من هست. 2 سال پیش بود که حدود 1 میلیون پناهجو به آلمان مهاجرت کردند. از این پناهجویان با آغوش باز استقبال شد، اما حالا جو تغییر کرده است. دولت آلمان با مشکلات زیادی روبرو شده است و چون انتخابات هم نزدیک است، دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان مسیرش را کاملا تغییر داده است. با امضای توافقنامه‌ای پناهجویان رد شده افغان سریع‌تر به کشورشان بازگردانده می‌شوند. توماس دمزیر وزیر کشور معتقد است که افغانستان مناطق امنی در کابل یا بامیان دارد که پناهجویان می‌توانند به آنجا بروند. اما بعد از اینکه سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از بدتر شدن شرایط خبر داد، بحث در ایالت‌های مختلف آلمان بالا گرفته است. 11 ایالت میگویند ما آنچه را که دولت میخواهد اجرا میکنیم، اما 5 ایالت از جمله شلیسویش هولشتاین مخالف برگرداندن پناهجویان افغان هستند. شلیسویش هولشتاین برخلاف تصمیم دولت آلمان اولین ایالتی بود که تصمیم گرفت پناهجویان افغان رو فعلا اخراج نکنه و اومدیم وزارت داخله این ایالت تا بپرسیم که علتش چیه. برای ما مهم است که کسی که نامه ترک خاک گرفته و برگردونده میشه بتونه در کشورش با حرمت و امنیت زندگی کنه. ما خیلی وقت تحولات افغانستان رو دنبال میکنیم و در گزارش ماه دسامبر سازمان ملل دیدیم که افغانستان چه شرایط سختی داره. اما نمیشه بر اساس این گزارش امنیت یک جا رو پیش بینی کرد و این افراد رو به اونجا فرستاد. به این خاطر شلیسویش هولشتاین برای 3 ماه اخراج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کرده است. اگر شرایط تغییر نکند، قصد دارند این فرمان را تمدید کنند. اما هامبورگ یکی از 11 ایالتهایی است که با دولت همکاری می‌کند و دیپورت می‌کند.
پناهجویان اما کلن در آلمان حق تغییر ایالت خود و رفتن به استانی که دیپورت نمی کنند را ندارند. به این خاطر در کمپ ها و اماکن اسکان پناهجویان جو نگران کننده ای حاکی است. سروش براتلی دو هفته می شود که جواب رد دریافت کرده و نگران است. چون اینجا شنیدیم که پلیس در نصف شب می آید با چارور می دارند. همیش که خواب استیم می ترسیم که حالا پلیس به حالا بیاید. تصور نمیکنم که رد بگیرم، چون به خاطر کشور ما ناامن است، از جای جنگ زده میاییم و هزاران مشکلات و مشقات ما تحمل کردیم تا اینجا رسیدیم. وقتی منفی آمد بریم دیگه شوکه شده بودم کلا. طبق آمار اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی، حدود 12,000 پناهجوی افغان در حال حاضر با جواب منفی در آلمان زندگی می‌کنند. اما اکثر آنها به خاطر نامشخص بودن هویت یا شرایط جسمی نمی‌توانند برگردانده شوند. علیرضا کریمی امیدوار است که بتواند از طریق اقدامات وکیل خود اقامت آلمان را بعد از 6 سال دریافت کند. بامداد اسماعیلی، هامبورگ، آلمان. در مجموعه برنامه‌های بی بی سی درباره آلودگی هوا با عنوان تا بتوانم نفس بکشم به مکزیکو سیتی رفتیم، شهری که تا چند سال پیش همیشه در صدر فهرست آلوده‌ترین شهرهای جهان قرار می‌گرفت، اما با انجام برنامه‌هایی مانع افزایش آلودگی هوایی این شهر شدند. مکزیکو سیتی از خیلی جنبه‌ها شبیه تهران است. شهریار سیامی روش‌های موفق این شهر در مبارزه با آلودگی هوا را بررسی کرده. تهران، شهری که اگر هوا آلوده نباشد بسیار زیباست، با کوههای اطرافش. شباهت زیادی به این شهر دارد. مکزیکو سیتی با کوههایی که مثل تهران دورش کردند. یک شباهت دیگر هم بین این دو شهر وجود دارد. مکزیکو سیتی هم با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کند. 20 سال پیش همیشه گوی رقابت را در آلوده ترین شهر جهان از تهران می‌ره بود. امروز اما حتی در فهرست 10 شهر آلوده جهان هم قرار نمی‌گیرد. در دهه 90 میلادی مسئولان و مردم این شهر تصمیم گرفتن با آلودگی هوا به طور جدی مبارزه کنند. روش‌های آن هم ساده بود. دو اقدام مهم انجام شد. اول اولویت دادن به کنترل خودروهای شخصی بود و دوم تصویب قانونهایی برای محدود کردن صنایع آلوده کننده. این دو اقدام هنوز هم ادامه داره. در اجرای قوانین بسیار سختگیری شد. حرکت خودروهای قدیمی ممنوع شد و طرح ترافیکی مشابه تهران برای تردد خودروها بر اساس رقم آخر پلاکشان وضع شد. ما حتی مطمئن نبودیم که این طرح‌ها جواب میدن، چون مردم تشویق میشدن که ماشین دیگه‌ای بخرن که احتمالاً کهنه‌تر هم بود. کارشناسان به این نتیجه رسیدن که محدودیت تردد بر اساس شماره پلاک خودروها نتیجه عکس داشته است. بنابراین ایده جدیدی مطرح شد. امروزه بر اساس میزان آلایندگی که ماشین شما تولید میکنه میتونید هر روز بیاد توی شهر، یا در بدترین حالت یک روز در هفته به علاوه یک روز تعطیل بیاید. بنابراین کاملا بستگی به نوع موتور خودروی شما داره. قوانین هم تردد خودروهای قدیمی را ممنوع کرد و معاینه فنی خودرو هر 6 ماه اجباری شد. اجرای این طرح‌ها نه امکان پذیر نه منصفانه، مگر اینکه وسایل نقلیه عمومی کافی برای کسایی که وضع مالی خوبی ندارن مهیا باشه. البته رمز موفقیت آنها اجرای تمام روش‌های دیگر مبارزه با آلودگی هوا همزمان با هم بود، به خصوص گسترش حمل و نقل عمومی از جمله مترو و اتوبوس‌های سریع و سریع. ما سیستم اتوبوس‌های BRT رو داریم و همچنان این سرویس رو گسترش میدیم. ضمن اینکه دائم خطوط مترو رو اضافه می‌کنیم. ما تنها شهری هستیم که با یک کارت تردد وسایل نقلیه میتونید سوار اتوبوس، مترو و دوچرخه‌های عمومی بشید و حتی از پارکینگ‌های دوچرخه استفاده کنید. این مردم رو تشویق می‌کنه که از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنن. روش‌های مکزیکو سیتی برای مبارزه با آلودگی هوا چیز جدید و متفاوتی نیستند، اما اجرای آنها بسیار جدی و پیگیرانه بوده. ما برای رعایت این قوانین پلیس محیط زیست داریم، ولی از اون مهمتر خود مردم هستند که قوانین رو رعایت می‌کنند.
با اینکه بیشترین خودرو در تمام شهرهای کشور در مکزیکو سیتی هست، ولی جدیدترین ماشین ها هم اینجا هستند، چون به خاطر طرح‌های ترافیک و معاینه های فنی هر 6 ماه مردم سعی میکنند ماشین نو داشته باشند. مکزیکو سیتی هم از شهرهای دیگری مثل بوگوتا پایتخت کولومبیا الگو برداری کرده است. یا مثلا طرح استفاده از دوچرخه‌های عمومی در بیشتر شهرهای اروپایی اجرا می شود. کارشناسان مکزیکی برای الگوبرداری از این روش‌ها توصیه‌هایی دارند. مهمترین قسمت در سیاست‌گذاری‌های دولت اندازه‌گیری آلاینده هاست. باید بدونید که هر کدوم از آلاینده ها از کجا میان، منبع اونها چیه، آیا صنایع هستن یا وسایل نقلیه. اگه اینها رو ندونید نمیتونید قانون‌گذاری درستی کنید و به اونها پایبند باشید. بنابراین توصیه من بر اساس تجربه های ما در مکزیکو سیتی اینه که اول اندازه‌گیری آلاینده ها باید درست انجام بشه تا بدونید مشکل چیه، از کجا ایجاد میشه و درصد هر کدوم از آلاینده ها چقدر هست که بتونیم برای کاهش اون آلاینده ها برنامه‌ریزی کنیم. معمولا دولت‌های محلی نگران اوزون هستن که از خودروها خارج میشه، اما کارشناسا بیشتر نگران ذرات معلق هستن که میتونه خیلی خطرناکتر و کشنده‌تر باشه. این ذرات رو صنایع و ساختمان‌سازی ایجاد می‌کنن. با وجود موفقیت مکزیکو سیتی در مبارزه با آلودگی هوا، هنوز این شهر کاملا پاک و بدون مشکل نیست. اقدامات مبارزه با آلودگی هوا همچنان ادامه دارد و بعضی از فعالان محیط زیستی هم معتقدند اقدامات انجام شده اصلا کافی نبوده است. شهریار سیامی، بی بی سی. آلودگی هوای شهرها مشکل تازه‌ای نیست. کشورهایی مثل انگلستان دهه هاست که به اشکال مختلف با آلودگی هوا دست به گریبانند. از اولین باری که قانونگذاران به فکر چاره اندیشی اساسی افتادند بیش از 60 سال می‌گذرد. رعنا رحیم‌پور نگاهی انداخته به روند تاریخی آلودگی هوا در لندن و راهکارهایی که برای مقابله با آنها در نظر گرفته شده. لندن، دسامبر 1952، زمستانی سرد. آلودگی ناشی از سوزاندن زغال سنگ و وارونگی هوا برای 5 روز زندگی شهری را مختل کرده بود. یک دیوار مهی قهوه‌ای بود. چشم را نمی‌دید. پاهای خودت رو هم نمیتونستی ببینی، رسماً خفه میشدی، چشم ها میسوخت، لباس ها کاملا کثیف میشد، وحشتناک بود. تا آن زمان بسیاری از مردم و سیاستمداران آلودگی هوا را به عنوان بخشی از زندگی صنعتی پذیرفته بودند، اما در آن زمستان تاریخی فاجعه دیگر قابل چشم پوشی نبود. تخمین زده میشه که اون سال نزدیک 12,000 نفر کشته شدند، اما اون موقع فقط 3-4 هزار تاشو اعلام کردند. به گفته شاهدان عینی در آن 5 روز حتی در داخل ساختمان ها هم اوضاع خوب نبود. حتی این ماسک ها هم مانع مرگ هزاران نفر در اون زمستان سرد نشد. موضوعی که فشار رو به دولت وقت بیشتر کرد. با وجود این 4 سال طول کشید تا پارلمان بریتانیا اولین لایحه هوای پاک رو تصویب بکنه. بر اساس اون لایحه منازل دیگه اجازه نداشتند برای گرما از زغال سنگ استفاده بکنند. تصمیمی که به بهبود وضع انجامید، اما چند دهه بعد مشکل به شکل دیگه ای دوباره بروز کرد. بنزین و گازوئیل جای زغال سنگ را گرفت. آلودگی هوا هنوز هم قربانی می گیرد. در جریان محدود سال 52 مردم نگران تأثیرات کوتاه مدت آلودگی بودند که قابل دیدن بود و از سوزاندن زغال سنگ و چوب ناشی می شود. تازه اواسط دهه 90 بود که دانشمندان فهمیدند که تنفس طولانی مدت هوای آلوده ناشی از مثلا ماشین های گازوئیلی خطر جدی تریه. آلودگی هوا تنها در لندن سالانه حدود 5,000 نفر را می‌کشد. در 6 دهه گذشته چندین لایحه و قانون برای مقابله با آلودگی هوا تصویب شده. شهردار لندن حدوداً 7 سال پیش استراتژیش برای مقابله با آلودگی هوا را اعلام کرد که چندین بند و تفسره داره. از جمله اونها ایجاد محدودیت برای تاکسی‌های قدیمی، ترویج استفاده از اتومبیل‌های سبز، اعمال قوانین سختگیرانه برای ساختمان‌های نوساز و بازسازی ساختمان‌های قدیمی برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی. بیش از 60 سال از آن زمستان تاریک گذشته. هوای لندن هرچند در ظاهر تمیزتر است، اما تا رسیدن به هوای پاک فاصله زیادی دارد.
مقصدی که رسیدن به آن هم اراده سیاسی می‌طلبد و هم عزم ملی. رنا رحیم‌پور، بی بی سی. چرا وجود درخت برای شهرها ضروری است؟ بر اساس بعضی تحقیقات هر هکتار فضای سبز میتواند 7.5 تن ذرات ریز را جذب کند. نابودی باغها، پارکها و درختها نفس شهرها را میبرد. امروز نگهداری از فضای سبز از اولویت‌های مهم دولت هاست. فریبا صحرایی در گزارشش از لندن و وضعیت نگهداری از فضای سبز این شهر میگوید. لندن یکی از سرسبزترین شهرهای دنیاست. این نمایی دیدنی از طبیعت بکر لندن که آن را به یکی از بزرگترین شهرهای جنگلی دنیا تبدیل کرده. دستاوردی که حاصل دهه‌ها تلاش و برنامه ریزی بوده. درختها، پارکها و باغها ریه‌های این شهر شلوغند. به گفته مسئولان شهری، در طول 20 سال گذشته استقبال مردم از فضای سبز رو به رشد بوده. مردم علاوه بر استفاده مناسب از فضای سبز و پارک ها در نگهداری آنها هم مشارکت می کنند. سازمان های خیریه زیادی هم هستند که هم مقامشان حفاظت از پارک هاست. تونی لیچ مدیر خیریه پارک ها برای لندن یکی از آنهاست. مأموریت این گروه ها فشار بر سیاستمداران برای حفظ پارک های شهر است. ما دو هدف مهم رو دنبال میکنیم. یکی اینکه برای حفظ پارک ها تلاش میکنیم و دیگه اینکه با سیاستمدارایی که برای پارک ها برنامه ریزی میکنند و بودجه رو تعیین میکنند کار میکنیم. ما در واقع از منافع پارک ها در مقابل مسئولان شهری دفاع میکنیم و مثل اهرام فشار عمل میکنیم تا همه برنامه ریزی هاشون در راستای حفظ و توسعه پارک ها و درختان و فضای سبز باشه. امروز حدود نیمی از مساحت شهر لندن را فضای سبز تشکیل می‌دهد. از پارک‌های سلطنتی و باغ‌ها گرفته تا درخت‌های خیابانی و مزارع و میدان‌های شهر. حدود 8,500,000 درخت در این شهر وجود دارد. لندن 8 پارک سلطنتی دارد که علاوه بر حفظ محیط زیست و پاکی هوا، سالانه میلیون‌ها نفر بازدید کننده دارند. سابقه حفاظت از فضای سبز در لندن به حدود 125 سال می‌رسد، وقتی که شهرسازی و ساختمان‌سازی‌های بی‌رویه زنگ خطر را برای مسئولان شهر به صدا درآورد. باغ‌ها و فضای سبز لندن در معرض خطر نابودی قرار گرفته بود. همین شد که قانون حفاظت از فضای باز را در پارلمان تصویب کردند. خیلی‌ها سرسبزی امروز لندن را میراث آن روزها می‌دانند. اگر بیشتر پارک‌ها امروز زنده و سرپا هستند، به خاطر دوراندیشی پدران ماست. اونها به این نتیجه رسیده بودند که لندن به سرعت در حال رشد و در نتیجه باید فکری به حال درخت‌ها و پارک‌ها کنند تا از بین نرن و جاشون رو به ساختمان‌ها بدن. اونها به خوبی می‌دونستند که فضای سبز چقدر برای سلامتی مهمه. امروز ما میراث‌دار پدرانمون هستیم. البته لندن هنوز در حال رشد و تحت فشار برای ساختمان‌سازی، ولی مردم به شدت به پارک‌ها و باغ‌ها و درخت‌ها علاقه‌مندند. کسی نمی‌گذاره که به اونها آسیبی برسه. مردم نقش مهمی در حفاظت از پارک ها و درخت ها ایفا می کنند. در نتیجه پارک ها و درخت ها در لندن هم پشتوانه قانونی دارند و هم مردمی. درخت ها اینجا شناسنامه دارند. یعنی طبق قانون کسی حق بریدن یا صدمه زدن به آنها را ندارد، حتی اگر در خانه ها و ملک شخصی کسی باشند. متخلفان مجرم شناخته می شوند و گاه تا هزاران پوند جریمه می شوند. ما یه دونه گاراژی پشت خونه داریم. توی محوطه یه که خیلی یه درخت خیلی بزرگی اونجا بس اونجا مشرف میشه به این گاراژ. بعد در دوران پاییز و اینا این برگاش میریزه، خیلی زیاد شاخهاش میریزه. بعد ما فکر کردیم که خب ما این گاراژ رو تعمیر کنیم، یک آفیسی اونجا درست کنیم، چون یک منطقه‌ای هست که میشه حتی خونه هم درست کرد. ما نامه نوشتیم به کانسیل و پرسیدیم که ما میتونیم این درخت رو از ریشه در بیاریم که بتونیم این رو تعمیر کنیم. بعد اومدن نگاه کردن و یه حدودی ماهی طول کشت اومدن نگاه کردن، بعدش هم گفتن که متاسفانه شما حق این که دست به این درخت بزنید ندارین و این درخت الان شناسنامه داره. بعد به ما گفتن متاسفانه این درخت در این منطقه وجود داره و شما حق ندارین و اگر این کارو بکنید درخت بمیره یا از ریشه در بیاد به هر دلیلی شما رو ما از لحاظ قانونی جریمه خیلی سنگینی میکنیم و حق ندارین این کارو بکنید. حتی اگه بخواید شاخه ها رو هم کوتاه کنین باید به ما قبلا اطلاع بدین. دولت و مردم دست به دست هم داده و همچون جان شیرین از درختان مراقبت می کنند. شهرداری لندن
به این هم اکتفا نکرده و بنا دارد تا با توسعه فضای سبز و کاشت درختان بیشتر لندن را به اولین پارک ملی جهان تبدیل کند. فریبا صحرایی، بی بی سی. ولایت ننگرهار که زمانی تفریحگاه اصلی شاهان افغان بود، این روزها سکوی پرش برای داعش شده. ترس از داعش زندگی را به کام بسیاری مردم این ولایت در شرق افغانستان تلخ کرده. اما سایه این ترس در شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت دیده نمی شود. اسماعیل شهامت از زندگی در جلال‌آباد می گوید. در کشاکش مرگ و زندگی، زندگی اینجا دست بالاتری دارد. پارک بزرگ شهر هم به مکانی برای فراموشی خستگی و خشونت بدل شده. یکی برای فردایش خاطره میگذارد، جمعی به امید آیندهی بهتر تمرین میکنند. از فوتبال تا کریکت، بازی های محبوب افغان ها. داعش بسیار علی زیاتر ولایت جلال آباد گرفته است و بسیار دیگه بر مردم اذیت میکنه، بسیار اذیت میکنه. اینجا فضا بسیار خوب است. ما خودمون هم کرکت میکنیم و بسیار کرکت دوزاریم، مخاطری کرکت نکنیم. خوب است، بسیار اینجا امنیت بسیار خوب است. این شهر در گذشته شاهد حملات خونین و مرگبار زیادی بوده. در دپای داعش تا دروازه های ورودی شهر هم پیدا شده. با این همه روح زندگی در اینجا ساری و جاری است. مردم از هیچ چیز تشویش و نگرانی ندارند و به صورت عادی به زندگیشان ادامه می دهند. تابو شکنی حضور شب‌هنگام دختران در کافه های شهر، سنت های دست و پاگیر و تهدید های امنیتی نتوانسته رویای این دختران را خراب کند. از فردای حرف میزنند که زن بودن نقطه ضعفشان نباشد. یکی مردم میگن که اینجا طالب است و تروریست است و حمله میکنن، مردم میبرن، یا ذهنیتی زیستن دختر خانما و ذهنیتی مردم دیگر را تلخ کردن و زندگی یا را تلخ کردن. عبور از دل تاریکی بر روشنایی مسیر طولانی و پرپیچ و خم. فعالان مدنی هموار کننده این راه. گپ میزنن که اینجا امنیت خوب نیست. منتها اگر هستم بازم سر ما تاثیر نمیکنه، چرا که ما از اراده دل خود، از عمق دل خود کار میکنیم و ما مبارزه میکنیم با می حالات که ما کار بکنیم و ما کسانی باشیم که به دیگه دخترها، به دیگه دختر خانوما همی جای فردا جور کرده باشیم. جلال آباد شهر بزرگ تاریخی با جمعیت بیش از 1 میلیون نفر. هوای گرم و مرغوبش زمستانها پای هزاران نفر از شاه و گدارا به سوی خود میکشاند. هرچند حضور اسلامگرایان افراطی دیگر آن حال و هوای سابق را برایش نگذاشته. اسماعیل شهامت، بی بی سی، جلال آباد. اولین روزنامه فارسی زبان در آسیای میانه بخارای شریف بود، روزنامه‌ای که 105 سال پیش تأسیس شد. با اینکه زیر فشار روسیه تزاری چاپ آن در کمتر از یک سال متوقف شد، ولی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اولین روز انتشار آن روز مطبوعات تاجیکستان نام گرفت. اما وضعیت روزنامه‌های مستقل چندان خوب نیست و در سال‌های اخیر چاپ چند نشریه متوقف شده. سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد. اولین شماره بخارای شریف 11 مارسی سال 1912 در شهر بخارا از مراکز فرهنگ و ادب پارسی در منطقه منتشر شد. بخارای نو، اداره روزنامه بخارای شریف. روزنامه‌نگاران آینده با اولین روزنامه‌ای که در تاریخ مطبوعات تاجیک نقش بارزی داشت آشنا می شوند. بخارای شریف هفته 6 بار چاپ می شد و تا به ایران و افغانستان و ترکیه می رسید. در 153 شماره چاپ شده آن، بیشتری مطالب نشریه به موضوع خودآگاهی ملی اختصاص داشت. این موضوع باعث شد نمایندگی روسیه تزاری در ترکستان و امیر بخارا در 2 ژانویه سال 1913 روزنامه را تعطیل کنند. نماینده روسیه دید که دعوت با یا تلقین نمودن مختاریت خلق، مردم، یعنی صاحب شدن به ملک خود، صاحب شدن به ذخیره های مادی و معنوی کشور خود در بخارای شریف بیشتر شد و بنابراین از این نماینده الچخانه هم حراس برد
که اگر با این منوال دوام کند چشم مردم بیشتر باز خواهد شد، مردم حق خود را بیشتر خواهد شناخت و طلب های و درخواست ها باید جدی تر شود. روزنامه بخارای شریف اولین نشریه مستقل در آسیای میانه بود که تنها 6 ماه عمر کرد. با گذشت بیش از 100 سال نشریه های مستقل تاجیکستان هنوز هم همان سرنوشت را دارند. در بیش از 2 دهه اخیر چندین نشریه غیر دولتی در این کشور پس از مدت انتشار بسته شدند. بحران مالی و فقر فراگیر، مالیات سنگین و افزایش بهای کاغذ از دلایل کم رونقی بازار نشریه های مستقل در تاجیکستان است. اما به گفته گروه های مدافع آزادی مطبوعات، فشار افزاینده دولت در سالهای اخیر نیز موجب بسته شدن برخی از نشریه های مستقل شده است. ما نشریه های جدی از قبیل روزی نو و نیروی سخن و آدم و عالم و اینها را داشتیم که خب امروز نداریم و در همین شب روزهای آخر هم یکی از نشریه های بسیار موفق و جدی افتنامه نگاه هم بسته شد که از وضع ناجوری اجتماعی سیاسی رسانه ها در تاجیکستان شهادت میدن. اما وضع دشواری نشریه ها از تجلیل روز مطبوعاتی تاجیک مانع نشد. مسئولان وزارت فرهنگ و اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان به این مناسبت به اهل قلم تبریک گفتند و به ایده هم جوایز مانند جایزه ابوالقاسم لاهوتی اعطا کردند که معتبرترین جایزه برای روزنامه‌نگاران این کشور است. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.